بعد از پیغمبر اسلام جامعه اسلام دو شاخه شد. ما شدیم شیعه امیرالمومنین، سنج امیرالمومنین رو به سینه زدیم. اونا رفتن دنبال قاصبین خلافت، دنبال خلفای خودشون. عرض ما اینجاست شاه آقا جان، بیایید اصلا از همون ریشه بررسی کنیم. چی به اذن الله حاکم شد، چی من دون الله، چی حکم از جانب خدا داشت، چی از جانب خدا حکم نداشت. خب ما هرچی میایم از جماعت اهل تسنن میپرسیم که این ابوبکر شما، این عمر شما، اینا چجوری نشستن رو منبر پیغمبر؟ پیغمبر مشخص کرده بود، میگن نه. خدا مشخص کرده بود، میگن نه. خب پس سندشون چی بود؟ میگن آقا جماعتی از مردم نشستن تو مدینه، تصمیم گرفتن، گفتن ابوبکر خلیفه باشه. خب شما رو به خدا قسم خودتون قضاوت بکنید، این خلافت میشه من دون الله یا به اذن الله؟ آخه یه سند قرآنی، یه سند حدیثی، یه مدرکی که ثابت بکنه ابوبکر مورد تأیید پیغمبره برای خلافت، مورد تأیید خداست برای خلافت. خب هیچی نداشتن و ندارن، و اگه داشتن تا الان گوش عالم رو چر کرده بودن. ما هرچی میریم با جماعت اهل تسنن بحث میکنیم که سند شما برای اطاعت از ابوبکر چیه، میگن اجماع اهل حل و عقد. و اهل حل و عقد کجا تأییدی از جانب خداوند متعال گرفتن؟ چه اهل حل و عقدی نبودن، اصلا اجماعی نبود. اینا را پنبهشو زدن علمای ما، توضیحشو دادن. اما به من و شما این شیعه تا چه میگن آقا شما رو چه حسابی دم از امیرالمومنین میزنی؟ چرا اعتقاد به قدرت امیرالمومنین داری؟ عرض میکنیم چه آقا جان، قصه قصه حدیث قدیر خومه که پیغمبر اسلام به سند معتبر معتبر متواتر، چه تا حالا هیچ کدام از علمای اهل تسنن هم نتونستن این کار کنند. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه القدیر رو نوشت و ثابت کرد که 100% پیغمبر اسلام فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، هرچی من مولاشم، هرچی من همه کارشم، امیرالمومنین همه کارش. چون خداوند متعال فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، ولی شما خداست، ولی شما پیغمبر خداست، ولی شما اون شخصیت با عظمتیه که در رکوع نماز خودش صدقه شو پرداخت.